وقتی که ابزار هنری برای بیان احساس و اندیشه صوت باشه، هنر موسیقی خلق میشه. هنر موسیقی به این دلیل که تأثیر بی‌نظیر روی جسم و روح انسان داره، بین تمام هنرها از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. هگل درباره موسیقی نظرش این بوده که هنر موسیقی عاطفی ترین و ذهنی ترین هنرهاست. شوپنهاور هم معتقد بوده که هنر موسیقی حتی بدون استفاده از هیچ مفهومی چیزهایی رو میتونه خلق کنه که ما هرگز نمیتونیم اونها رو با کمک گرفتن از مفاهیم خلق کنیم. اون میگه اگه میتونستیم اون وقت به فلسفه ناب میرسیدیم. مولانا هم تو عقاید و فلسفه فکری خودش به سه عنصر علم الجمال که ما امروزه بهش میگیم علم زیبایی شناسی تاکید کرده و اونها رو موسیقی، عشق و سما میدونه و تو اکثر آثارش از موسیقی به عنوان هنر متعالی یاد میکنه. عبدالبها موسیقی رو هم علم، هم فن، هم صنعت و هم هنر می دونستن و گفتن که این هنر، هنر پسندیده پروردگاره. به گفته ایشون، موسیقی از علوم ممدوحه در درگاه کبریاست. ایشون معتقد به وصل روحانی موسیقی به عالم ماورا بودن و می گفتن که اگه کلام خدا با موسیقی آمیخته بشه، اون وقت ترکیب این دوتا که متعلق به دنیای دیگر تأثیرات وصف ناپذیری رو روی زندگی روحانی آدم ها می ذاره. عبدالبها می نویسد: ای عبدالبها، موسیقی از علوم ممدوحه در درگاه کبریاست. تا در جوامع کبرا و صوامع عظما به ابدع نغمات ترتیل آیات نمایی و چنان آهنگی از مشرق اذکار بلند کنی که ملأ اعلا به اهتزاز آید. یه جا هم دوباره همین مطلب رو تأکید می کنند و با تشویق به لزوم نواختن ساز، تأثیرات بزرگ موسیقی رو به زیبایی اینطور میگن: در این عصر طیور انس در حدائق قدس باید آواز و شهنازی بلند کنند که مرغان چمن را به وجد و پرواز آرند، و در این جشن الهی و بزم ربانی چنان عود و رودی به سرود آرند و چنگ و چغانه بنوازند که شرق و غرب را سرور و شادمانی دهند و حبور و کامرانی بخشند. حال تو آهنگ آن چنگ را بلند کن و سرود آن عود بزن که باربود را جان به کالبد دهی و رودکی را آسودگی بخشی، فاریاب را بیتاب کنی و ابن سینا را به سینای الهی دلالت نمایی.